دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در پی افزایش نگرانی‌ها از افزایش مهاجرت غیرقانونی و فشار احزاب راستگرا، طرح جنجالی ایجاد کانون‌های بازگرداندن در کشورهای غیر عضو را بررسی می‌کند. این طرح به دنبال تسریع روند اخراج پناهجویان رد شده است و قرار است در نشست وزرای امور داخلی اروپا مورد بحث قرار گیرد. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در پی افزایش نگرانی‌ها درباره مهاجرت و فشار احزاب راستگرا، طرح جنجالی را برای ایجاد کانون‌های بازگرداندن در کشورهای غیر عضو اتحادیه بررسی می‌کنند. این طرح که به دنبال تسریع روند اخراج مهاجران غیرقانونی و پناهجویان رد شده است، روز پنجشنبه در نشست وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد، افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده می توانند به طور موقت در این کانون‌ها اسکان داده شوند تا پیش از اخراج به کشورهای مبدا خود منتظر بمانند. تحلیلگران این طرح را به عنوان پاسخی به انتقادات در مورد سیاست‌های مهاجرتی فعلی می‌دانند که به گفته آنها ناکافی به نظر می‌رسد. همچنین مقامات برخی کشورها به منظور نشان دادن جدیت خود در کنترل مهاجرت خواهان ایجاد این کانون‌ها در کشورهایی هستند که به عضویت اتحادیه اروپا نزدیک هستند. با این حال، طرح‌های مرتبط با اسکان موقت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا با چالش‌های حقوقی و اخلاقی مواجه است و هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. در حال حاضر، کمتر از 20% از مهاجرانی که دستور ترک خاک اتحادیه اروپا را دریافت کرده اند، به کشور خود بازگشتند. نگرانی‌ها درباره بدرفتاری با مهاجران در کشورهای نظیر تونس و لیبی نیز همچنان ادامه دارد.